عملکرد ریموت کنترل، قفل و باز کردن با کنترل از راه دور. دکمه یک را برای باز نمودن درها فشار دهید. در این حالت سیستم دزگیر خاموش می شود. دکمه دو را برای قفل کردن فشار دهید. در این حالت سیستم دزگیر روشن می گردد. دکمه سه را برای باز کردن در صندوق عقب فشار دهید. با دو بار زدن پی در پی همراه با مکس کوتاه روی این کلید در صندوق باز می شود. قفل شدن اتوماتیک درها. چنانچه قفل درها از طریق کنترل از راه دور باز شود ولی هیچ یک از درهای خودرو در مدت معینی باز نشود، درها مجدداً قفل و دزدگیر فعال خواهد شد. هنگامی که حین رانندگی سرعت خودرو از 10 کیلومتر بر ساعت فراتر رود، درها به صورت اتوماتیک قفل می شوند. معرفی کروز کنترل و عمل کرده آن. کروز کنترل یک سامانه خودکار برای ثابت نگه داشتن سرعت خودرو به میزان مورد نظر راننده در مسیرهای طولانی است. با کلید آن یا آف که روی فرمان قرار دارد، سیستم روشن و خاموش می شود. هنگامی که سیستم روشن می شود، نمایشگر کروز بر روی جلوی آمپر با رنگ سبز روشن می شود. هنگامی که سیستم روشن است اما فعال نیست، با فشردن پدال ترمز فقط برای بار اول بعد از روشن کردن موتور و کلیک کردن روی دکمه ست، سیستم فعال می شود و سرعت خودرو در سرعت فعلی ثابت می ماند. با فعال شدن سیستم، نشانگر مخصوص کروز کنترل روی جلوی آمپر با رنگ سبز روشن می شود. عملکرد سانروف. سانروف فقط در زمانی که سویچ خودروی شما باز باشد قابلیت باز و یا بسته شدن را دارد. کلیدهای کنترل سانروف روی پنل چراغ سقفی جلو قرار دارند. لبه عقبی سانروف را می توان به سمت بالا تنظیم نمود. سانروف به صورت افقی به سمت عقب خودرو باز می شود. عملکرد ایزوفیکس. نصب صندلی کودک به روش ایزوفیکس. این صندلی به سیستم اتصالات صندلی کودک مجهز است. روی صندلی کودکان چفت و بست های تعبیه شده که به آسانی به دو حلقه ای که بین کفی و پشتی است اتصال پیدا می کنند و قلابی متصل به تسمه در بالای صندلی کودک وجود دارد که به قلابی که روی تاخچه عقب قرار دارد متصل می شوند. عملکرد کمربند ایمنی پیش کشنده. به هنگام تصادف از قسمت جلو، ایمنی در صندلی جلو به واسطه وجود کمربندهای ایمنی مجهز به سیستم پیشکشنده و محدود کننده نیرو بهبود بیشتری یافته است و بسته به میزان شدت ضربه، سیستم کشش اولیه کمربندها را محکم تر می کند. معرفی کیسه های هوا. خودروی شما علاوه بر تجهیز به کمربند ایمنی پیشکشنده و محدود کننده نیرو، دارای کیسه هوا نیز می باشد. هنگامی که سویچ استارت در وضعیت آن قرار می گیرد، چراغ نشانگر ایربگ روی صفحه جلوی آمپر روشن می شود و ششمک می زند. در صورتی که پس از آن این چراغ روشن بماند، نشان دهنده ایراد در کیسه هوا یا سیستم پیشکشنده کمربند است. کیسه هوای جانبی در کناره جانبی صندلی راننده و شاگرد نصب شده است و عبارت SRS Airbag جهت اطلاع از مجهز بودن صندلی به کیسه هوا قابل مشاهده است. عملکرد قفل ایمنی کودک. این قفل ها در درهای عقب خودرو زیر قفل اصلی قرار گرفتند و از باز شدن آنها از داخل جلوگیری و مستقل از سیستم قفل مرکزی عمل می کنند. برای قفل کردن، زائده را به سمت پایین فشار دهید. سیستم ضد سرقت خودرو، ایموبلایزر. این سیستم لحظاتی پس از خاموش شدن موتور، سیستم الکترونیکی را کنترل نموده و بدین وسیله از روشن شدن موتور خودرو توسط کلیدی غیر از کلید اصلی جلوگیری می کند. ترمز ضد قفل ABS. این سیستم با جلوگیری از قفل شدن کامل چرخ‌ها به راننده امکان می‌دهد تا هنگام ترمزگیری ناگهانی و شدید بتواند وسیله نقلیه خود را هدایت کند. کلید تنظیم برقی آینه. کلید را به سمت راست یا چپ بچرخانید. سپس با فشردن کلید در جهات چهارگانه آینه را به طرف بالا، پایین، چپ یا راست تنظیم کنید. عملکرد آینه‌های برقی. آینه تاشوی برقی. در حالت بسته بودن سویچ استارت،
با دو بار فشردن دکمه قفل بر روی ریموت آینه ها بسته شده و با فشردن دکمه باز بر روی ریموت به حالت ابتدایی باز می گردند. عملکرد چراغ ها، چراغ راهنمای چپ و راست. قبل از گردش به چپ، اهرم را به طرف پایین و قبل از گردش به راست، اهرم را به طرف بالا حرکت دهید. چراغ هشدار دهنده سبز روی صفحه نمایش جلوی داشبورد در جهت گردش شما چشمک خواهد زد. نور پایین و بالا. برای تغییر نور پایین و بالا، اهرم را کاملا به طرف فرمان بکشید. در این حالت، نشانگر آبی نور بالا روشن می شود. برای علامت دادن با چراغ‌های اصلی، اهرم را تا نیمه به طرف فرمان بکشید و رها کنید. چراغ حرکت در روز، Daytime Running Light. چراغ حرکت در روز پس از روشن شدن خودرو به صورت خودکار روشن می شود. چراغ‌های مهشکن جلو. برای روشن کردن چراغ‌های مهشکن جلو، بخش میانی دسته راهنما را یک مرحله به طرف بالا بچرخانید. چراغ‌های مهشکن عقب. برای روشن کردن چراغ‌های مهشکن عقب، بخش میانی دسته راهنما را دو مرحله به طرف بالا بچرخانید. تنظیم ارتفاع نور چراغ‌های جلو. این کلید برای تنظیم ارتفاع چراغ‌های جلو در شرایط مختلف رانندگی و مقدار بار خودرو طراحی شده است. معرفی دوربین و سنسور دنده عقب و عملکرد آن. این سیستم متشکل از سه سنسور هوشمند است که بر روی سپر خودرو قرار گرفته و به شبکه الکترونیکی داخل خودرو متصل می‌شود. نحوه عملکرد. سیستم فوق موانع موجود در پشت خودرو را به دو صورت دیداری از طریق نمایشگر جلوی خودرو و شنیداری از طریق صدای به اطلاع راننده می‌رساند. چرخ زاپاس و ابزارهای آن. موکت کف صندوق عقب را بالا بکشید، تسمه نگهدارنده چرخ زاپاس را باز کنید و مثلث خطر جای ابزار و ابزارها را بردارید و در نهایت زاپاس را خارج کنید. مثلث خطر. هنگام توقف خودرو به علت خرابی یا تعویض چرخ‌ها، مثلث خطر باید در کنار جاده قرار گیرد. باز کردن در موتور. از داخل اتاق سمت راننده دستگیره خلاص کننده قفل در موتور را رها کنید. گیره ایمنی در موتور را به سمت بالا بکشید و سپس آن را بالا ببرید. میله تکیه‌گاه در موتور را در سوراخ تعبیه شده در آن جا بزنید. راهنمای محفظه موتور. مخزن روغن ترمز. میله اندازه‌گیری سطح روغن موتور. مخزن شیشه شوی. در رادیاتور. جعبه فیوز محفظه موتور. معرفی دکمه ها و کلید های روی فرمان. دکمه کاهش و افزایش صدا. دکمه قطع صدا. با زدن لحظه این دکمه صدای سیستم صوتی قطع شده و با زدن مجدد این کلید سیستم به حالت عادی باز می گردد. دکمه سک. انتخاب قطعه موسیقی قبلی یا بعدی و یا جستجوی ایستگاه های رادیویی در حالت رادیو. دکمه مود. جهت وارد شدن به منوهای رادیو، سی دی پلیر، یو اس بی، AUX و BT. دکمه پاسخ به تماس دریافتی تلفن همراه. کلیدهای کروز کنترل روی فرمان. دکمه روشن و خاموش کردن کروز کنترل. دکمه ست. در صورت فعال بودن سیستم، هر بار فشار دادن و رها کردن این کلید باعث افزایش سرعت خودرو در حدود 1 کیلومتر بر ساعت می گردد. همچنین با نگه داشتن این کلید، سرعت خودرو حدود 3 کیلومتر بر ساعت در هر ثانیه افزایش می‌یابد. دکمه رس. در صورت فعال نبودن سیستم، با فشار دادن و رها کردن لحظه‌ای این دکمه، سیستم فعال می‌گردد و خودرو با سرعت تنظیم شده قبلی که در حافظه ذخیره شده است، حرکت می‌کند. چنانچه سرعتی در حافظه ذخیره نباشد، خودرو در سرعت فعلی ثابت می‌گردد. در صورت فعال بودن سیستم، هر بار فشار دادن و رها کردن این کلید باعث کاهش سرعت خودرو در حدود 1 کیلومتر بر ساعت می گردد. همچنین با نگه داشتن این کلید، سرعت خودرو حدود 3 کیلومتر بر ساعت در هر ثانیه کاهش می یابد. معرفی دکمه ها و کلید های کنسول مرکزی. قفل مرکزی.
کلید بازکننده در صندوق عقب، کلید فلاشر، تهویه مطبوع اتوماتیک، زیر سیگاری و فندک، سیستم پخش صوتی، راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی ODO. این وضعیت که به محض باز شدن سویچ خودرو به چشم می‌خورد، مربوط به نمایش مسافت طی شده از زمان تحویل خودرو بر حسب کیلومتر بوده و قابل صفر شدن نیست. ساعت، تاریخ و دمای بیرون. محدوده ساعت از 0 به معنای 24 یا همان ساعت 12 شب تا 23:59 دقیقه با دقت 1 دقیقه. محدوده تقویم از سال 1380 تا 1499 با دقت 1 روز. متوسط سرعت. این عدد متوسط سرعت خودرو را از زمان صفر شدن عدد قبلی نمایش می‌دهد. سرویس های دوره‌ای برای تنظیم اعداد کیلومتر جهت تعویض روغن موتور، فیلتر روغن و فیلتر هوای خودرو، کلید چرخشی را برای مدت 1 ثانیه فشرده نگه دارید. بعد از 1 ثانیه وارد زیر منوی تنظیمات خواهید شد. تنظیم شدت نور جلوی آمپر. نور پس زمینه جلوی آمپر با روشن شدن چراغ‌های کوچک خودرو روشن خواهد شد. در این حالت می توانید با استفاده از کلید چرخشی شدت نور پشت آمپر را کم یا زیاد کنید. سیستم کروز کنترل. در صورت فعال شدن کروز کنترل به جای مسافت طی شده ODO در بالای صفحه نمایشگر، سرعت تعیین شده توسط این سیستم نمایش داده می شود. فرمان توقف فوری. با روشن شدن این نشانگر، خودرو را با موتور روشن متوقف کرده و سریعاً با نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید. نشانگر باز بودن درها، قرمز. این نشانگر بر روی صفحه نمایش نشان می‌دهد کدام یک از 6 در خودرو شامل درهای جانبی، در موتور و در صندوق عقب باز است. نشانگر اخطار عدم شارژ. با قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت باز، این نشانگر به علامت سالم بودن لامپ روشن و بلافاصله پس از روشن شدن موتور خاموش می‌گردد. چنانچه پس از روشن شدن موتور چراغ روشن بماند و یا در حین حرکت روشن شود، مشکلی در سیستم شارژ باتری به وجود آمده است و باید در اسرع وقت به تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید. کمربند ایمنی راننده. با قفل شدن زبانه فلزی کمربند ایمنی سمت راننده در قفل مخصوص و با صدای از قفل شدن آن اطمینان حاصل می کنیم. با انجام این عمل نشانگر مربوطه روی صفحه نمایش جلوی داشبورد خاموش خواهد شد. اختار ترمز. هنگام بالا بودن ترمز دستی یا پایین بودن سطح روغن ترمز روشن می شود. معرفی صفحه نمایش داشبورد دیجیتال. چراغ های اختار و شاخص ها. چراغ اختار کاهش سطح سوخت، شاخص مقدار سوخت، چراغ ایموبلایزر، سرعت سنج، اختار ترمز EBD و ABS، نور بالای چراغ‌های جلو، چراغ اختار ABAB، شاخص دمای مایع سیستم خنک کننده، چراغ مهشکن جلو، نور پایین چراغ‌های جلو، دور سنج موتور، نشانگر روشن بودن سیستم کنترل سرعت هوشمند، نشانگر فعال بودن سیستم کنترل سرعت هوشمند، اختار غیر فعال بودن کیسه هوای سرنشین جلو، چراغ هشدار خرابی کیسه هوای راننده، راهنمای سمت راست، راهنمای سمت چپ، نشانگر سمت سوختگیری خودرو، چراغ مهشکن عقب، دکمه تغییر وضعیت و صفر کننده، کلید چرخشی تنظیمات جلوی آمپر، چراغ اختار سرویس دوره‌ای، نشانگر ترمز ABS، صفحه نمایش دیجیتالی، درجه بنزین. هنگام بسته بودن سوئیچ، عقربه بر روی صفر قرار می‌گیرد و باز شدن سوئیچ سطح سوخت مخزن را نشان می‌دهد. هنگامی که سطح بنزین در مخزن سوخت پایین بیاید، چراغ هشدار دهنده سوخت که در کنار درجه بنزین تعبیه شده روشن می شود. در این صورت در اسرع وقت سوخت گیری کنید. دورسنج موتور. دورسنج موتور دور موتور را بر حسب دور بر دقیقه نمایش می دهد. برای جلوگیری از آسیب رسیدن به موتور، هرگز اجازه ندهید که عقربه دورسنج به مدت طولانی در محدوده قرمز باقی بماند. سرعت سنج. نشان دهنده سرعت خودرو بر حسب کیلومتر بر ساعت می باشد.
نمایشگر دمای موتور. این درجه دمای مایع خنک کننده موتور را نشان می‌دهد. هنگامی که موتور به دمای کارکرد عادی می‌رسد، عقربه نشانگر در محدوده پایین خط وسط صفحه مدرج قرار می‌گیرد و تا زمانی که موتور در شرایط عادی به کار خود ادامه دهد، در همین محدوده باقی می‌ماند. چنانچه عقربه نشانگر به محدوده قرمز برسد، به معنی داغ شدن بیش از حد مایع خنک کننده است که موجب آسیب رسیدن به موتور می‌شود. در چنین وضعیتی بلا فاصله و با رعایت ایمنی خود را متوقف کنید و فوراً با نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید. دکمه تغییر وضعیت و صفر کننده. برای نمایش وضعیت‌های مختلف در نمایشگر دیجیتالی و صفر کردن اطلاعات در وضعیت مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. نشانگر چراغ‌های راهنما سبز. جهت چراغ‌های راهنما به وسیله فلش مشخص شده است. در گردش به چپ یا راست، این چراغ‌های نشانگر با چراغ‌های راهنما چشمک می‌زنند. در صورت استفاده از فلاشر، هر دو فلاش همزمان عمل می‌کنند. چنانچه یکی از نشانگرها بسیار سریع چشمک بزند، به معنی کار نکردن یکی از لامپ‌های همان سمت است. زمانی که چراغ‌های راهنما روشن شود، چراغ‌های روی آینه‌های تاشو همزمان با فلاشر مربوطه شروع به چشمک زدن می‌کند. نور پایین چراغ‌های جلو سبز. هنگام استفاده از نور پایین، این نشانگر روشن می‌شود. نور بالای چراغ‌های جلو آبی. هنگام استفاده از نور بالا، این نشانگر روشن می‌شود. چراغ‌های مه‌شکن جلو سبز. هنگام استفاده از چراغ مه‌شکن جلو، این نشانگر روشن می شود. چراغ مه‌شکن عقب زرد. هنگام استفاده از چراغ مه‌شکن عقب، این نشانگر روشن می شود. عیبیاب خودکار موتور زرد. هرگاه سیستم عیبیاب موتور عیبی را تشخیص دهد، این نشانگر هشدار دهنده روشن می شود. هنگامی که سوئیچ در موقعیت باز باشد، به علامت بررسی کردن سیستم، این چراغ روشن می شود که پس از روشن شدن موتور خاموش خواهد شد. چنانچه در خلال حرکت خودرو مشکلی در موتور پیش آید، این چراغ دوباره روشن خواهد شد. اختار ترمز ضد قفل ABS زرد. این نشانگر هنگام روشن کردن خودرو به مدت چند ثانیه روشن و سپس خاموش می شود. چنانچه نشانگر اختار هنگام روشن کردن خودرو روشن نشود و یا پس از روشن شدن موتور به صورت روشن باقی بماند، نشانه وجود اشکال در سیستم ترمز ضد قفل و یا EBD است. در چنین شرایطی، خودرو را در اسرع وقت با رعایت اصول ایمنی جهت بررسی و برطرف نمودن عیب به تعمیرگاه مجاز منتقل نمایید. اختار غیر فعال بودن کیسه هوای سرنشین زرد. روشن شدن این چراغ به صورت دائم نشان دهنده غیر فعال بودن کیسه هوای سرنشین است. تا زمانی که کیسه هوای سرنشین غیر فعال باشد، این چراغ روشن می‌ماند. در صورتی که چراغ اختار چشمک زن فعال شود، باید با یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس بگیرید. اختار ایراد کیسه هوای راننده زرد. این نشانگر با روشن کردن خودرو 6 بار چشمک می‌زند و سپس باید خاموش گردد. در صورتی که این چراغ روشن بماند، نشان دهنده ایراد در سیستم ایربگ راننده بوده و باید به نمایندگی مجاز مراجعه شود. اختار کمبود سوخت زرد. روشن بودن این نشانگر به این معنی است که کمتر از 8 لیتر سوخت در باک باقی مانده است. در اولین فرصت سوخت گیری کنید. با رسیدن میزان سوخت به کمتر از 3 لیتر، این نشانگر چشمک می‌زند. کنترل سرعت هوشمند سبز. روشن و خاموش شدن نشانگر کروز نشان دهنده روشن و خاموش بودن سیستم کنترل سرعت هوشمند است. روشن و خاموش شدن نشانگر ست نشان دهنده فعال و یا غیر فعال بودن سیستم کنترل سرعت هوشمند است. چراغ ایموبیلایزر قرمز. چشمک زدن این نشانگر بعد از خاموش کردن خودرو هر 4 ثانیه یک بار به معنای فعال بودن سیستم ایموبیلایزر است. چراغ اختار سرویس زرد. روشن شدن این چراغ به معنای وجود مشکل در یکی از سیستم‌های خودرو و یا فرارسیدن سرویس‌های دوره است. با روشن شدن این چراغ به نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش مراجعه کنید.
شیشه بالابر برقی، کلیدهای شیشه بالابر و تنظیم برقی آینه راننده. حالت دستی، کلید را به آرامی فشار دهید یا بکشید. شیشه به محض رها کردن کلید از حرکت باز می ایستد. حالت خودکار، کلید را یک بار فشار دهید یا بکشید. شیشه کاملا باز یا بسته می شود. شیشه بالابر برقی سرنشین، شیشه بالابر برقی سمت چپ، عقب. شیشه بالابر برقی سمت راست، عقب. کلید قفل کننده شیشه بالابرهای عقب. شیشه های عقب خودرو در صورتی که راننده آنها را قفل کرده باشد قابل باز و بسته شدن نیستند. عملکرد صندلی های برقی، تنظیم زاویه پشتی صندلی. برای تنظیم زاویه پشتی صندلی این کلید را به سمت جلو یا عقب حرکت دهید. تنظیم زاویه نشیمن صندلی. برای تنظیم زاویه نشیمن صندلی قسمت جلو این کلید را به سمت بالا یا پایین کج کنید. تنظیم ارتفاع صندلی. برای تنظیم ارتفاع صندلی قسمت عقب این کلید را به سمت بالا یا پایین کج کنید. کلید تنظیم ریل صندلی. برای تنظیم طولی صندلی زامن مربوطه را به صورت کشویی به طرف جلو یا عقب حرکت دهید. تنظیم ارتفاع پشتی سر. برای تنظیم ارتفاع پشتی سر آن را به طرف بالا بکشید تا هم سطح پشت سر شما شود. برای کاهش ارتفاع ابتدا قفل زامن را به سمت داخل فشرده سپس پشتی سر را به سمت بالا یا پایین بکشید. عملکرد تهویه مطبوع. سیستم گرمایش و تهویه خودرو برای شیشه جلو، صورت و پاهای سرنشینان جلو، همچنین برای سرنشینان عقب، خروجی‌های هوا در انتهای کنسول وسط تعبیه شده است. دریچه‌های هوای کابین. چنانچه دکمه چرخان را به سمت پایین و یا بالا بچرخانید، دریچه بسته و یا باز خواهد شد. با حرکت دادن دکمه وسط دریچه به طرفین و یا بالا بردن و پایین بردن، جهت جریان هوا تنظیم می شود. دکمه روشن و خاموش کردن تهویه. با فشردن این دکمه سیستم تهویه اتوماتیک خاموش یا روشن می شود. ولوم کنترل سرعت چرخش فن. با چرخش این ولوم به سمت راست یا چپ سرعت فن کم یا زیاد می شود. گرم کن شیشه جلو. برای رفع بخار گرفتگی یا یخ زدگی شیشه جلو این دکمه را بزنید. دکمه اوتو. با زدن این دکمه سیستم به طور اتوماتیک دمای هوای داخل کابین خودرو را مطابق با دمای انتخاب شده تنظیم می کند. دکمه انتخاب مسیر توزیع هوا. با زدن پی در پی کلید می توانید مسیر توزیع هوا را به ترتیب زیر تغییر دهید. صورت، صورت و پاها، پاها، پاها و شیشه جلو، شیشه جلو. دکمه کنترل هوای ورودی. با فشردن این کلید می توانید تبادل هوا با بیرون از خودرو را قطع کنید. در این حالت هوا تنها در داخل خودرو گردش خواهد کرد. دکمه گرم کن شیشه عقب. با زدن این دکمه زمانی که موتور روشن است گرم کن شیشه عقب فعال شده و تقریبا به مدت 12 دقیقه روشن می ماند. دکمه ولوم کنترل دما. با چرخش ولوم به سمت راست میزان دما افزایش و با چرخش به سمت چپ کاهش می‌یابد. دکمه AC. این دکمه جهت خاموش و روشن کردن کولر خودرو است. عملکرد سیستم مالتی میدیا. رهیاب بلوتوس. هندزفری موبایل با تکنولوژی بلوتوس. با تجهیز خودرو به موبایل هندزفری با تکنولوژی بلوتوس دیگر نیازی به جوابگویی با استفاده از گوشی تلفن همراه در داخل خودرو را نخواهید داشت. حتی اگر تلفن همراه در کیف یا جیب شخص استفاده کننده قرار داشته باشد شما می توانید از این سیستم استفاده کنید. راهیاب خودرو. GPS یا سیستم موقعیتیابی جهانی یک سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره‌ای است که با استفاده از سیگنال‌های رادیویی موقعیت کاربر را در هر نقطه از زمین و در هر ساعتی از شبانه روز به او نشان می‌دهد. راهنمای نصب نرم افزار بر روی خودرو. لطفاً جهت استفاده از نرم افزار مموری کارت را با احتیاط از بسته‌بندی خارج کرده
و داخل شیار مربوط به جی پی اس تعبیه شده بر روی سیستم صوتی خود رو قرار دهید. در انتها کلید نوی را فشار دهید. کارت اشتراک طلایی 4 ستاره دنا پلاس نگرانی های شما را از بابت تعمیرات و نگهداری خودرویتان برطرف می کند. تمامی سرویس ها و خدمات فنی و امدادی از پاسخگویی و راهنمایی تلفنی، سرویس در محل، تعمیرات و حمل خودرو گرفته تا جبران خسارات ناشی از حوادث و سرقت و بلایای طبیعی رایگان خواهد بود. همچنین سرویس های دوره‌ای خودرو شامل بازدید، کنترل و تعویض روغن موتور، لنت، شمع و غیره بخشی از خدمات کارت طلایی 4 ستاره خودروی شماست. معرفی دکمه ها و کلید های روی فرمان، دکمه کاهش و افزایش صدا، دکمه قطع صدا. با زدن لحظه این دکمه صدای سیستم صوتی قطع شده و با زدن مجدد این کلید سیستم به حالت عادی باز می گردد. دکمه سک، انتخاب قطعه موسیقی قبلی یا بعدی و یا جستجوی ایستگاه های رادیویی در حالت رادیو. دکمه مود، جهت وارد شدن به منوهای رادیو، سی دی پلیر، یو اس بی، ای یو ایکس و بی تی. دکمه پاسخ به تماس دریافتی تلفن همراه. کلیدهای کروز کنترل روی فرمان. دکمه روشن و خاموش کردن کروز کنترل. دکمه ست، در صورت فعال بودن سیستم هر بار فشار دادن و رها کردن این کلید باعث افزایش سرعت خودرو در حدود 1 کیلومتر بر ساعت می گردد. همچنین با نگه داشتن این کلید سرعت خودرو حدود 3 کیلومتر بر ساعت در هر ثانیه افزایش می‌یابد. دکمه رس، در صورت فعال نبودن سیستم با فشار دادن و رها کردن لحظه‌ای این دکمه سیستم فعال می‌گردد و خودرو با سرعت تنظیم شده قبلی که در حافظه ذخیره شده است حرکت می‌کند. چنانچه سرعتی در حافظه ذخیره نباشد، خودرو در سرعت فعلی ثابت می‌گردد. در صورت فعال بودن سیستم هر بار فشار دادن و رها کردن این کلید باعث کاهش سرعت خودرو در حدود 1 کیلومتر بر ساعت می‌گردد. همچنین با نگه داشتن این کلید سرعت خودرو حدود 3 کیلومتر بر ساعت در هر ثانیه کاهش می‌یابد. معرفی دکمه ها و کلید های کنسول مرکزی. قفل مرکزی، کلید بازکننده در صندوق عقب. کلید فلاشر، تهویه مطبوع اتوماتیک، زیر سیگاری و فندک. سیستم پخش صوتی. معرفی صفحه نمایش داشبورد دیجیتال، چراغ‌های اخطار و شاخص‌ها، چراغ اخطار کاهش سطح سوخت، شاخص مقدار سوخت، چراغ ایموبلایزر، سرعت سنج، اخطار ترمز EBD و ABS، نور بالای چراغ‌های جلو، چراغ اخطار ابیاب، شاخص دمای مایع سیستم خنک کننده، چراغ مهشکن جلو، نور پایین چراغ‌های جلو، دور سنج موتور، نشانگر روشن بودن سیستم کنترل سرعت هوشمند، نشانگر فعال بودن سیستم کنترل سرعت هوشمند، اخطار غیر فعال بودن کیسه هوای سرنشین جلو، چراغ هشدار خرابی کیسه هوای راننده، راهنمای سمت راست، راهنمای سمت چپ، نشانگر سمت سوختگیری خودرو، چراغ مهشکن عقب، دکمه تغییر وضعیت و صفر کننده، کلید چرخشی تنظیمات جلوی آمپر، چراغ اخطار سرویس دوره‌ای، نشانگر ترمز ABS، صفحه نمایش دیجیتالی، درجه بنزین. هنگام بسته بودن سوئیچ، عقربه بر روی صفر قرار می‌گیرد و باز شدن سوئیچ سطح سوخت مخزن را نشان می‌دهد. هنگامی که سطح بنزین در مخزن سوخت پایین بیاید، چراغ هشدار دهنده سوخت که در کنار درجه بنزین تعبیه شده روشن می شود. در این صورت در اسرع وقت سوخت گیری کنید. دورسنج موتور، دورسنج موتور دور موتور را بر حسب دور بر دقیقه نمایش می دهد. برای جلوگیری از آسیب رسیدن به موتور هرگز اجازه ندهید که عقربه دورسنج به مدت طولانی در محدوده قرمز باقی بماند. سرعت سنج، نشان دهنده سرعت خودرو بر حسب کیلومتر بر ساعت می باشد. نمایشگر دمای موتور، این درجه دمای مایع خنک کننده موتور را نشان می دهد. هنگامی که موتور به دمای کارکرد عادی می رسد، عقربه نشانگر در محدوده پایین خط وسط صفحه مدرج
قرار می گیرد و تا زمانی که موتور در شرایط عادی به کار خود ادامه دهد در همین محدوده باقی می ماند. چنانچه عقربه نشانگر به محدوده قرمز برسد به معنی داغ شدن بیش از حد مایع خنک کننده است که موجب آسیب رسیدن به موتور می شود. در چنین وضعیتی بلا فاصله و با رعایت ایمنی خود را متوقف کنید و فوراً با نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید. دکمه تغییر وضعیت و صفر کننده برای نمایش وضعیت‌های مختلف در نمایشگر دیجیتالی و صفر کردن اطلاعات در وضعیت مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. نشانگر چراغ‌های راهنما سبز. جهت چراغ‌های راهنما به وسیله فلش مشخص شده است. در گردش به چپ یا راست این چراغ‌های نشانگر با چراغ‌های راهنما چشمک می‌زنند. در صورت استفاده از فلاشر، هر دو فلاش همزمان عمل می کنند. چنانچه یکی از نشانگرها بسیار سریع چشمک بزند، به معنی کار نکردن یکی از لامپ‌های همان سمت است. زمانی که چراغ‌های راهنما روشن شود، چراغ‌های روی آینه‌های تاشو همزمان با فلاشر مربوطه شروع به چشمک زدن می کند. نور پایین چراغ‌های جلو سبز. هنگام استفاده از نور پایین، این نشانگر روشن می شود. نور بالای چراغ‌های جلو آبی. هنگام استفاده از نور بالا، این نشانگر روشن می شود. چراغ‌های مهشکن جلو سبز. هنگام استفاده از چراغ مهشکن جلو، این نشانگر روشن می شود. چراغ مهشکن عقب زرد. هنگام استفاده از چراغ مهشکن عقب، این نشانگر روشن می شود. عیبیاب خودکار موتور زرد. هرگاه سیستم عیبیاب موتور عیبی را تشخیص دهد، این نشانگر هشدار دهنده روشن می شود. هنگامی که سوئیچ در موقعیت باز باشد، به علامت بررسی کردن سیستم، این چراغ روشن می شود که پس از روشن شدن موتور خاموش خواهد شد. چنانچه در خلال حرکت خودرو مشکلی در موتور پیش آید، این چراغ دوباره روشن خواهد شد. اختار ترمز ضد قفل ABS زرد. این نشانگر هنگام روشن کردن خودرو به مدت چند ثانیه روشن و سپس خاموش می شود. چنانچه نشانگر اختار هنگام روشن کردن خودرو روشن نشود و یا پس از روشن شدن موتور به صورت روشن باقی بماند، نشانه وجود اشکال در سیستم ترمز ضد قفل و یا EBD است. در چنین شرایطی خودرو را در اسرع وقت با رعایت اصول ایمنی جهت بررسی و برطرف نمودن عیب به تعمیرگاه مجاز منتقل نمایید. اختار غیر فعال بودن کیسه هوای سرنشین زرد. روشن شدن این چراغ به صورت دائم نشان دهنده غیر فعال بودن کیسه هوای سرنشین است. تا زمانی که کیسه هوای سرنشین غیر فعال باشد، این چراغ روشن می ماند. در صورتی که چراغ اختار چشمک زن فعال شود، باید با یکی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس بگیرید. اختار ایراد کیسه هوای راننده زرد. این نشانگر با روشن کردن خودرو 6 بار چشمک می زند و سپس باید خاموش گردد. در صورتی که این چراغ روشن بماند، نشان دهنده ایراد در سیستم ایربگ راننده بوده و باید به نمایندگی مجاز مراجعه شود. اختار کمبود سوخت زرد. روشن بودن این نشانگر به این معنی است که کمتر از 8 لیتر سوخت در باک باقی مانده است. در اولین فرصت سوخت گیری کنید. با رسیدن میزان سوخت به کمتر از 3 لیتر این نشانگر چشمک میزند. کنترل سرعت هوشمند سبز. روشن و خاموش شدن نشانگر کروز نشان دهنده روشن و خاموش بودن سیستم کنترل سرعت هوشمند است. روشن و خاموش شدن نشانگر ست نشان دهنده فعال و یا غیر فعال بودن سیستم کنترل سرعت هوشمند است. چراغ ایموبیلایزر قرمز. چشمک زدن این نشانگر بعد از خاموش کردن خودرو هر 4 ثانیه یک بار به معنای فعال بودن سیستم ایموبیلایزر است. چراغ اختار سرویس زرد. روشن شدن این چراغ به معنای وجود مشکل در یکی از سیستم های خودرو و یا فرارسیدن سرویس های دوره است. با روشن شدن این چراغ به نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش مراجعه کنید. راهنمای صفحه نمایش دیجیتالی
ODO. این وضعیت که به محض باز شدن سویچ خودرو به چشم می‌خورد، مربوط به نمایش مسافت طی شده از زمان تحویل خودرو بر حسب کیلومتر بوده و قابل صفر شدن نیست. ساعت، تاریخ و دمای بیرون. محدوده ساعت از صفر به معنای 24 یا همان ساعت 12 شب تا 23:59 دقیقه با دقت 1 دقیقه. محدوده تقویم از سال 1380 تا 1499 با دقت 1 روز. متوسط سرعت. این عدد متوسط سرعت خودرو را از زمان صفر شدن عدد قبلی نمایش می‌دهد. سرویس های دوره‌ای برای تنظیم اعداد کیلومتر جهت تعویض روغن موتور، فیلتر روغن و فیلتر هوای خودرو کلید چرخشی را برای مدت 1 ثانیه فشرده نگه دارید. بعد از 1 ثانیه وارد زیر منوی تنظیمات خواهید شد. تنظیم شدت نور جلوی آمپر. نور پس زمینه جلوی آمپر با روشن شدن چراغ‌های کوچک خودرو روشن خواهد شد. در این حالت می توانید با استفاده از کلید چرخشی شدت نور پشت آمپر را کم یا زیاد کنید. سیستم کروز کنترل. در صورت فعال شدن کروز کنترل به جای مسافت طی شده ODO در بالای صفحه نمایشگر، سرعت تعیین شده توسط این سیستم نمایش داده می شود. فرمان توقف فوری. با روشن شدن این نشانگر، خودرو را با موتور روشن متوقف کرده و سریعاً با نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید. نشانگر باز بودن درها، قرمز. این نشانگر بر روی صفحه نمایش نشان می‌دهد کدام یک از 6 در خودرو شامل درهای جانبی، در موتور و در صندوق عقب باز است. نشانگر اخطار عدم شارژ. با قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت باز، این نشانگر به علامت سالم بودن لامپ روشن و بلافاصله پس از روشن شدن موتور خاموش می‌گردد. چنانچه پس از روشن شدن موتور چراغ روشن بماند و یا در حین حرکت روشن شود، مشکلی در سیستم شارژ باتری به وجود آمده است و باید در اسرع وقت به تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید. کمربند ایمنی راننده. با قفل شدن زبانه فلزی کمربند ایمنی سمت راننده در قفل مخصوص و با صدای از قفل شدن آن اطمینان حاصل می کنیم. با انجام این عمل نشانگر مربوطه روی صفحه نمایش جلوی داشبورد خاموش خواهد شد. اخطار ترمز. هنگام بالا بودن ترمز دستی یا پایین بودن سطح روغن ترمز روشن می شود. عملکرد ریموت کنترل. قفل و باز کردن با کنترل از راه دور. دکمه 1 را برای باز نمودن درها فشار دهید. در این حالت سیستم دزگیر خاموش می شود. دکمه 2 را برای قفل کردن فشار دهید. در این حالت سیستم دزگیر روشن می گردد. دکمه 3 را برای باز کردن در صندوق عقب فشار دهید. با 2 بار زدن پی در پی همراه با مکس کوتاه روی این کلید در صندوق باز می شود. قفل شدن اتوماتیک درها. چنانچه قفل درها از طریق کنترل از راه دور باز شود ولی هیچ یک از درهای خودرو در مدت معینی باز نشود، درها مجدداً قفل و دزدگیر فعال خواهد شد. هنگامی که حین رانندگی سرعت خودرو از 10 کیلومتر بر ساعت فراتر رود، درها به صورت اتوماتیک قفل می شوند. شیشه بالابر برقی. کلیدهای شیشه بالابر و تنظیم برقی آینه راننده. حالت دستی. کلید را به آرامی فشار دهید یا بکشید. شیشه به محض رها کردن کلید از حرکت باز می ایستد. حالت خودکار. کلید را 1 بار فشار دهید یا بکشید. شیشه کاملا باز یا بسته می شود. شیشه بالابر برقی سرنشین. شیشه بالابر برقی سمت چپ عقب. شیشه بالابر برقی سمت راست عقب. کلید قفل کننده شیشه بالابرهای عقب. شیشه های عقب خودرو در صورتی که راننده آنها را قفل کرده باشد قابل باز و بسته شدن نیستند. کلید تنظیم برقی آینه. کلید را به سمت راست یا چپ بچرخانید. سپس با فشردن کلید در جهات 4 گانه آینه را به طرف بالا، پایین، چپ یا راست تنظیم کنید. عملکرد آینه های برقی. آینه تاشوی برقی. در حالت بسته بودن سویچ استارت با 2 بار فشردن دکمه قفل بر روی ریموت آینه ها بسته شده
و با فشردن دکمه باز بر روی ریموت به حالت ابتدایی باز می گردند. عملکرد صندلی های برقی، تنظیم زاویه پشتی صندلی. برای تنظیم زاویه پشتی صندلی این کلید را به سمت جلو یا عقب حرکت دهید. تنظیم زاویه نشیمن صندلی. برای تنظیم زاویه نشیمن صندلی قسمت جلو این کلید را به سمت بالا یا پایین کج کنید. تنظیم ارتفاع صندلی. برای تنظیم ارتفاع صندلی قسمت عقب این کلید را به سمت بالا یا پایین کج کنید. کلید تنظیم ریل صندلی. برای تنظیم طولی صندلی زامن مربوطه را به صورت کشویی به طرف جلو یا عقب حرکت دهید. تنظیم ارتفاع پشتی سر. برای تنظیم ارتفاع پشتی سر آن را به طرف بالا بکشید تا هم سطح پشت سر شما شود. برای کاهش ارتفاع ابتدا قفل زامن را به سمت داخل فشرده سپس پشتی سر را به سمت بالا یا پایین بکشید. عملکرد ایزوفیکس، نصب صندلی کودک به روش ایزوفیکس. این صندلی به سیستم اتصالات صندلی کودک مجهز است. روی صندلی کودکان چفت و بست‌های تعبیه شده که به آسانی به دو حلقه‌ای که بین کفی و پشتی است اتصال پیدا می‌کنند و قلابی متصل به تسمه در بالای صندلی کودک وجود دارد که به قلابی که روی تاخچه عقب قرار دارد متصل می‌شوند. عملکرد کمربند ایمنی پیشکشنده. به هنگام تصادف از قسمت جلو، ایمنی در صندلی جلو به واسطه وجود کمربندهای ایمنی مجهز به سیستم پیشکشنده و محدود کننده نیرو بهبود بیشتری یافته است و بسته به میزان شدت ضربه، سیستم کشش اولیه کمربندها را محکم تر می کند. عملکرد تهویه مطبوع. سیستم گرمایش و تهویه خودرو برای شیشه جلو، صورت و پاهای سرنشینان جلو، همچنین برای سرنشینان عقب، خروجی های هوا در انتهای وسط تعبیه شده است. دریچه های هوای کابین. چنانچه دکمه چرخان را به سمت پایین و یا بالا بچرخانید، دریچه بسته و یا باز خواهد شد. با حرکت دادن دکمه وسط دریچه به طرفین و یا بالا بردن و پایین بردن، جهت جریان هوا تنظیم می شود. دکمه روشن و خاموش کردن تهویه. با فشردن این دکمه سیستم تهویه اتوماتیک خاموش یا روشن می شود. ولوم کنترل سرعت چرخش فن. با چرخش این ولوم به سمت راست یا چپ سرعت فن کم یا زیاد می شود. گرم کن شیشه جلو. برای رفع بخار گرفتگی یا یخ زدگی شیشه جلو این دکمه را بزنید. دکمه اوتو. با زدن این دکمه سیستم به طور اتوماتیک دمای هوای داخل کابین خودرو را مطابق با دمای انتخاب شده تنظیم می کند. دکمه انتخاب مسیر توزیع هوا. با زدن پی در پی کلید می توانید مسیر توزیع هوا را به ترتیب زیر تغییر دهید. صورت، صورت و پاها، پاها، پاها و شیشه جلو، شیشه جلو. دکمه کنترل هوای ورودی. با فشردن این کلید می توانید تبادل هوا با بیرون از خودرو را قطع کنید. در این حالت هوا تنها در داخل خودرو گردش خواهد کرد. دکمه گرم کن شیشه عقب. با زدن این دکمه زمانی که موتور روشن است، گرم کن شیشه عقب فعال شده و تقریبا به مدت 12 دقیقه روشن می ماند. دکمه ولوم کنترل دما. با چرخش ولوم به سمت راست میزان دما افزایش و با چرخش به سمت چپ کاهش می‌یابد. دکمه AC. این دکمه جهت خاموش و روشن کردن کولر خودرو است. عملکرد چراغ‌ها. چراغ راهنمای چپ و راست. قبل از گردش به چپ، اهرم را به طرف پایین و قبل از گردش به راست، اهرم را به طرف بالا حرکت دهید. چراغ هشدار دهنده سبز روی صفحه نمایش جلوی داشبورد در جهت گردش شما چشمک خواهد زد. نور پایین و بالا. برای تغییر نور پایین و بالا، اهرم را کاملا به طرف فرمان بکشید. در این حالت، نشانگر آبی نور بالا روشن می شود. برای علامت دادن با چراغ‌های اصلی، اهرم را تا نیمه به طرف فرمان بکشید و رها کنید. چراغ حرکت در روز. Day Time Running Light. چراغ حرکت در روز، پس از روشن شدن خودرو به صورت خودکار روشن می شود.
چراغ‌های مهشکن جلو. برای روشن کردن چراغ‌های مهشکن جلو، بخش میانی دسته راهنما را یک مرحله به طرف بالا بچرخانید. چراغ‌های مهشکن عقب. برای روشن کردن چراغ‌های مهشکن عقب، بخش میانی دسته راهنما را دو مرحله به طرف بالا بچرخانید. تنظیم ارتفاع نور چراغ‌های جلو. این کلید برای تنظیم ارتفاع چراغ‌های جلو در شرایط مختلف رانندگی و مقدار بار خودرو طراحی شده است. معرفی کروز کنترل و عملکرد آن. کروز کنترل یک سامانه خودکار برای ثابت نگه داشتن سرعت خودرو به میزان مورد نظر راننده در مسیرهای طولانی است. با کلید آن یا آف که روی فرمان قرار دارد، سیستم روشن و خاموش می شود. هنگامی که سیستم روشن می شود، نمایشگر کروز بر روی جلوی آمپر با رنگ سبز روشن می شود. هنگامی که سیستم روشن است اما فعال نیست، با فشردن پدال ترمز فقط برای بار اول بعد از روشن کردن موتور و کلیک کردن روی دکمه ست، سیستم فعال می شود و سرعت خودرو در سرعت فعلی ثابت می ماند. با فعال شدن سیستم، نشانگر مخصوص کروز کنترل روی جلوی آمپر با رنگ سبز روشن می شود. معرفی دوربین و سنسور دنده عقب و عمل کرده آن. این سیستم متشکل از سه سنسور هوشمند است که بر روی سپر خودرو قرار گرفته و به شبکه الکترونیکی داخل خودرو متصل می شود. نحوه عمل کرد. سیستم فوق موانع موجود در پشت خودرو را به دو صورت دیداری، از طریق نمایشگر جلوی خودرو و شنیداری از طریق صدای به اطلاع راننده میرساند. معرفی کیسه های هوا. خودروی شما علاوه بر تجهیز به کمربند ایمنی پیشکشنده و محدود کننده نیرو، دارای کیسه هوا نیز میباشد. هنگامی که سویچ استارت در وضعیت آن قرار میگیرد، چراغ نشانگر ایربگ روی صفحه جلوی آمپر روشن میشود و چشمک میزند. در صورتی که پس از آن این چراغ روشن بماند، نشان دهنده ایراد در کیسه هوا یا سیستم پیشکشنده کمربند است. کیسه هوای جانبی در کناره جانبی صندلی راننده و شاگرد نصب شده است و عبارت SRS Airbag جهت اطلاع از مجهز بودن صندلی به کیسه هوا قابل مشاهده است. عملکرد سیستم مالتی میدیا. رهیاب بلوتوث. هنسفری موبایل با تکنولوژی بلوتوس. با تجهیز خودرو به موبایل هنسفری با تکنولوژی بلوتوس، دیگر نیازی به جوابگویی با استفاده از گوشی تلفن همراه در داخل خودرو را نخواهید داشت. حتی اگر تلفن همراه در کیف یا جیب شخص استفاده کننده قرار داشته باشد، شما می توانید از این سیستم استفاده کنید. راهیاب خودرو. GPS یا سیستم موقعیتیابی جهانی یک سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره‌ای است که با استفاده از سیگنال‌های رادیویی موقعیت کاربر را در هر نقطه از زمین و در هر ساعتی از شبانه روز به او نشان می‌دهد. راهنمای نصب نرم افزار بر روی خودرو. لطفاً جهت استفاده از نرم افزار، مموری کارت را با احتیاط از بسته‌بندی خارج کرده و داخل شیار مربوط به GPS تعبیه شده بر روی سیستم صوتی خود رو قرار دهید. در انتها کلید نوی را فشار دهید. عملکرد قفل ایمنی کودک. این قفل ها در درهای عقب خود رو زیر قفل اصلی قرار گرفتند و از باز شدن آنها از داخل جلوگیری و مستقل از سیستم قفل مرکزی عمل می کنند. برای قفل کردن، زائده را به سمت پایین فشار دهید. سیستم ضد سرقت خودرو، ایموبلایزر. این سیستم لحظاتی پس از خاموش شدن موتور، سیستم الکترونیکی را کنترل نموده و بدین وسیله از روشن شدن موتور خودرو توسط کلیدی غیر از کلید اصلی جلوگیری می‌کند. ترمز ضد قفل ABS. این سیستم با جلوگیری از قفل شدن کامل چرخ‌ها به راننده امکان می‌دهد تا هنگام ترمزگیری ناگهانی و شدید بتواند وسیله نقلیه خود را هدایت کند. چرخ زاپاس و ابزارهای آن. موکت کف صندوق عقب را بالا بکشید، تسمه نگهدارنده چرخ زاپاس را باز کنید و مثلث خطر جای ابزار و ابزارها را بردارید و در نهایت زاپاس را خارج کنید. مثلث خطر. هنگام توقف خودرو به علت خرابی یا تعویض چرخ‌ها، مثلث خطر باید در کنار جاده قرار گیرد.
باز کردن در موتور. از داخل اتاق سمت راننده دستگیره خلاص کننده قفل در موتور را رها کنید. گیره ایمنی در موتور را به سمت بالا بکشید و سپس آن را بالا ببرید. میله تکیگاه در موتور را در سوراخ تعبیه شده در آن جا بزنید. راهنمای محفظه موتور، مخزن روغن ترمز، میله اندازه‌گیری سطح روغن موتور، مخزن شیشه شوی، در رادیاتور، جعبه فیوز محفظه موتور، عملکرد سانروف. سانروف فقط در زمانی که سویچ خودروی شما باز باشد قابلیت باز و یا بسته شدن را دارد. کلیدهای کنترل سانروف روی پنل چراغ سقفی جلو قرار دارند. لبه عقبی سانروف را می توان به سمت بالا تنظیم نمود. سانروف به صورت افقی به سمت عقب خودرو باز می شود. بستن سانروف با ریموت کنترل خودرو. برای بستن سانروف به وسیله ریموت کنترل خودرو پس از تجربه موفق دنا و در پاسخ به اعتماد شما، اینک دنا پلاس برای ایمنی و راحتی بیشتر با تغییر استایل جانبی و طراحی جدید، 4 کیسه هوا، سانروف برقی، دوربین دید عقب، طراحی جدید چراغ‌های جلو و عقب مجهز به لامپ طرح نئون و چراغ روز، صندلی‌های تمام برقی 8 حرکته، مانیتور مالتی میدیا تصویری لمسی با رهیاب GPS، مجهز به کروز کنترل و با کارت گارانتی طلایی 4 ستاره برای شما که بیشتر می‌خواهید. دنا پلاس، قله‌ای زیر پای شما. ایران خودرو، راه تو را می‌خواند. کارت اشتراک طلایی 4 ستاره دنا پلاس نگرانی‌های شما را از بابت تعمیرات و نگهداری خودرویتان برطرف می‌کند. تمامی سرویس‌ها و خدمات فنی و امدادی از پاسخگویی و راهنمایی تلفنی، سرویس در محل، تعمیرات و حمل خودرو گرفته تا جبران خسارات ناشی از حوادث و سرقت و بلایای طبیعی رایگان خواهد بود. همچنین سرویس‌های دوره‌ای خودرو شامل بازدید، کنترل و تعویض روغن موتور، لنت، شمع و غیره بخشی از خدمات کارت طلایی 4 ستاره خودروی شماست.